درود به همه دوستان عزیز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم با تحلیل 5 آلتکوین برتر و طبق معمول ارزهای آدا، بی ام بی، ماتیک، سولانا و ریپل رو با هم دیگه بررسی کنیم. با ارز آدا شروع میکنیم. ارز آدا در تایم 4 ساعته در تحلیل آخری که داشتیم بودن تو این نوایی قرار داشت و گفتیم که قیمت میتونه تا حمایت 44 سنت ریزش داشته باشه و از این محدوده میتونیم انتظار ادامه روند صعودی رو داشته باشیم و هم ببینیم که قیمت به این سطح حمایتی 44 سنت واکنش خیلی خوبی داشته و حدود 20% میبینیم که قیمت رشد داشته و امیدوارم که از این روند صعودیش استفاده کرده باشیم. در حال حاضر قیمت با توجه به اینکه به سطح حمایتی خوبی و واکنش نشون داده و میبینیم که باعث شکست ساختار هم شده، میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت همچنان به روند صعودی خودش ادامه بده، ولی این روند صعودی باید بعد از اصلاح کوتاه مدت صورت بگیره و در حال حاضر در تایم 4 ساعته ارز آدا یک سطح حمایتی تو این ناحیه برای ما ایجاد کرده که میشه محدوده حدوداً 47 سنت و میبینیم که قبل از این سطح حمایتی هم قیمت نقدینگی زیادی ایجاد کرده و میتونیم انتظار داشته باشیم که حداقل در تایم پایین تر قیمت به این سطح نقدینگی نفوذ داشته باشه و بعدش وارد روند صعودی مناسب بشه و میبینیم که سطح نقدینگی مناسبی هم ایجاد کرده و انتظار داریم که قیمت بیاد و این سطح نقدینگی رو جمع کنه و تو این ناحیه هم میبینیم که قیمت مقاومت ایجاد کرده که میشه محدوده حدوداً 58 سنت و انتظار داریم که قیمت تا این سطح مقاومتی حداقل رشد داشته باشه و این محدود مقاومتی 63 سنت هم یک بار قیمت بهش واکنش نشون داده و زیاد برای ما اعتبار نداره و دیدگاهی که برای ارز آدا داریم در کوتاه مدت اینه که وارد یک لگ نزولی بشه و از این سطح حمایتی 46 سنت میتونیم انتظار شروع یک روند صعودی رو داشته باشیم و قیمت میتونه این سطح نقدینگی رو جمع کنه و تا این محدود مقاومتی 58 سنت میتونیم انتظار رشد ارز آدا رو در کوتاه مدت داشته باشیم و فعلا سناریومون براش به این صورته و فعلا مناسب گرفتن پوزیشن سل هم نیست. باید منتظر این باشیم که قیمت به سطح حمایتی 46 سنت برسه و تو این محدود میتونیم انتظار ادامه روند صعودی رو داشته باشیم. اگر قیمت بدون اصلاح به روند صعودی خودش ادامه بده میتونیم از این محدود مقاومتی انتظار ریزش رو داشته باشیم. فعلا در محدود فعلی مناسب گرفتن پوزیشن بای و یا سل نیست و در تایم 4 ساعته باید منتظر رسیدن قیمت به یکی از این سطوح‌های حمایتی و یا مقاومتی باشیم. ارز بعدی ارز بی ام بی هستش. ارز بی ام بی تایم 4 ساعته از تحلیل قبلیمون زیاد تغییر خاصی نداشته و فقط کمی رنج شده و مجددا هم نقدینگی ایجاد کرده و دیدگاهمون با توجه به این سطح نقدینگی فعلا اینه که قیمت وارد روند اصلاحی بشه و حداقل به این سطح نقدینگی نفوذ داشته باشه و بعدش قیمت میتونه روند صعودی خوبی رو شروع کنه و دیدگاهمون هم به این صورته که قیمت حداقل به این سطح نقدینگی نفوذ داشته باشه و حداقل تا 280 دلار میتونیم انتظار ریزشش رو داشته باشیم و بعدش قیمت روند صعودی خودش رو شروع کنه و فعلا باید منتظر اصلاح و ریزش کوتاه مدت نزولی برای ارز بی ام بی باشیم و بعدش اگر شرط ورود مناسبی بهمون بده از این محدوده 270 دلار میتونیم انتظار شروع یک روند صعودی مجدد رو براش داشته باشیم و تارگت اولمون محدوده 400 دلاره که میتونیم انتظار رشد قیمت رو تا این ناحیه داشته باشیم و همونطور که گفتم در کوتاه مدت هم فعلا دیدگاهمون براش نزولیه و باید منتظر این باشیم که قیمت این سطح نقدینگی رو جمع کنه و بعدش وارد روند صعودی بشه. ارز بعدی ارز ماتیک هستش. ارز ماتیک در تحلیل قبلی بودن تو این نواحی قرار داشت و گفتیم که قیمت میتونه وارد روند صعودی بشه و از این محدوده مقاومتی 85 سنت اگر تریگر نزولی ببینیم میتونیم انتظار ریزش قیمت رو تا این سطح حمایتی 62 سنت داشته باشیم و طبق انتظارمون میبینیم که قیمت وارد روند صعودی شده و به این سطح مقاومتی هم میبینیم که
واکنش خیلی خوبی هم داده و میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که این ریزش تا سطح 62 سنت ادامه داشته باشه. ولی با توجه به اینکه قیمت یک شکست ساختار ایجاد کرده، یک سطح حمایتی هم برای ما به وجود آورده و میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که قیمت به این سطح حمایتی واکنش کوتاه مدتی حداقل داشته باشه و این سطح حمایتی هم تو این ناحیه ایجاد شده که میشه محدوده حدوداً 73 سنت و قبل از این سطح حمایتی هم میبینیم که قیمت نقدینگی داره و با توجه به این محدوده نقدینگی و حمایتی مناسب میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که قیمت یک بار دیگه از این محدوده حمایتی وارد یک لگه صعودی مجدد بشه و با توجه به اینکه یک بار به این سطح مقاومتی واکنش نشون داده، این محدوده مقاومتی دیگه زیاد برای ما اعتبار نداره و در تلاش بعدی میتونیم انتظار ادامه روند صعودی رو داشته باشیم و قیمت میتونه تا این سطح مقاومتی رشد داشته باشه که میشه محدوده حدوداً 1.02 دلار. و میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت این سطح نقدینگی رو جمع کنه و تا مقاومت 1 دلاری میتونیم انتظار رشد ارز متیک رو داشته باشیم اگر در این سطح حمایتی 73 سنت بهمون شرط ورود و تریگر مناسب بده. و بعد از دیدن تریگر میتونیم انتظار رشد خوبی رو از ارز متیک داشته باشیم. اگر قیمت این سطح حمایتی رو از دست بده، میتونیم انتظار ریزش بیشترش رو تا سطح حمایتی 62 سنت داشته باشیم و بعدش قیمت روند صعودی میان مدتی و بلند مدتی خودش رو میتونه از این محدوده 62 سنت شروع کنه. فعلا حمایت خوبی داره در تایم 4 ساعته و اگر شرط ورود به همون بده، میتونیم انتظار رشد خوبی هم ازش داشته باشیم و تارگت اولمون هم میتونه این محدوده حدود 92 سنت باشه و در تایم 4 ساعت هم تارگت نهاییمون محدوده مقاومتی 1.02 دلار که میتونیم انتظار رشد قیمت رو تا این محدوده داشته باشیم. فعلا سناریومون در کوتاه مدت نزولیه و اگر در سطح حمایتی 73 سنت که نقطه تصمیم گیری مهمی برای قیمت محسوب میشه، اگر شرط ورود ببینیم میتونیم وارد پوزیشن بای و در صورت شکست در اصلاح صعودی هم میتونیم وارد پوزیشن سل و انتظار ریزش رو تا محدوده 62 سنت داشته باشیم. ارز بعدی ارز سولانا هستش. ارز سولانا هم اگر تحلیل قبلی رو دیده باشید، این سطح حمایتی مناسب رو مشخص کرده بودیم و گفتیم که قیمت میتونه بهش واکنششون بده و میبینیم که قیمت دقیقا این سطح حمایتی رو تاچ کرده و وارد روند صعودی شده و حدود 35% میبینیم که رشد قیمت داشته و امیدوارم که از این روند صعودیش هم استفاده کرده باشید. در حال حاضر ارز سولانا یک سطح نقدینگی بسیار مناسب تو این ناحیه ایجاد کرده و با توجه به اینکه مقاومت مهمی داره در محدوده 115 دلار میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت به این سطح نقدینگی نفوذ کنه و از محدوده مقاومتی 115 دلار میتونیم انتظار اصلاح نزولی کوتاه مدتش رو داشته باشیم و قیمت با این روند صعودی که داشته یک سطح حمایتی بسیار مطلوب هم در این ناحیه برای ما ایجاد کرده که میشه محدوده حدوداً 88 دلار و انتظار ریزش قیمت رو میتونیم داشته باشیم تا این محدوده حمایتی 88 دلار و اگر از این محدوده شرط ورود ببینیم میتونیم انتظار واکنش صعودیش رو داشته باشیم. فعلا باید منتظر این باشیم که قیمت به محدوده حمایتی یا مقاومتی مشخص شده برسه و تو این سطوح باید قیمت رو زیر نظر داشته باشیم و اگر شرط ورود بده میتونیم وارد پوزیشن بشیم و در محدوده فعلیش در تایم 4 ساعت فعلا مناسب خرید و یا فروش نیست و باید منتظر رسیدن قیمت تا محدودهای حمایتی و مقاومتی باشیم و بعدش تصمیم گیری کنیم برای گرفتن پوزیشن. آخرین ارز هم ارز ریپل هستش. ارز ریپل در تحلیل آخری که براش داشتیم فکر کنم بودن توی این نواحی بود و گفتیم که میتونیم انتظار ریزشش رو تا این سطح حمایتی 48 سنت داشته باشیم و میبینیم که قیمت تا این محدود ریزش داشته و دوبار هم واکنش های کوتاه مدتی داشته. همچنان میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت از این محدود حمایتی وارد یک روند صعودی بشه و تا محدود مقاومتی 60 سنت میتونیم انتظار رشدش رو داشته باشیم و بعدش قیمت میتونه به
ریزش تایمی بالاتر خودش ادامه بده و تا محدوده 37 سنت میتونیم انتظار ریزش ارز ریپل رو در میان مدت داشته باشیم و در تایم روزانه قیمت میتونه روند صعودی خودش رو از این سطح حمایتی مناسب شروع کنه. فعلا دیدگاهمون از تحلیل قبلی تغییر نکرده و بعد از اصلاح صعودی کوتاه مدت از این محدوده مقاومتی اگر شرط نزولی ببینیم میتونیم انتظار ریزشش رو داشته باشیم و در صورتی هم که قیمت این سطح مقاومتی رو با مومنتوم اگر بشکنه دیدگاهمون تغییر میکنه و در اصلاحات میتونیم وارد بشیم و انتظار ادامه روند صعودی رو میتونیم حتی داشته باشیم. ولی فعلا سناریومون اینه که قیمت بعد از یک لگ صعودی وارد روند اصلاحی بشه و تا این سطح حمایتی میتونیم انتظار ریزش ارز ریپل رو هم داشته باشیم و در کوتاه مدت هم باید منتظر این باشیم که قیمت به همون نقطه ورود مناسب بده و اگر نقطه ورود مناسبی ببینیم میتونیم انتظار رشدش رو تا محدوده 60 سنت داشته باشیم و برای ورود کم ریستر هم منتظر باشید که قیمت این سقفی که اینجا ایجاد کرده رو بشکنه و بعد از شکست در اصلاحات میتونیم وارد بشیم و انتظار ادامه روند صعودی رو تا این محدوده مقاومتی 60 سنت داشته باشیم. خب این بوده از تحلیل های 5 آلت کوین برتر. لطفا با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن هم از من حمایت کنید. پرسود باشین دوستان و خداحافظ شما.